بالاخره بعد از هرگز در برنامه ورزشی تلویزیون صحبت از فوتبال بانوان شد. اینکه فوتبال محبوب ترین ورزش میون ایرانی هاست بر کسی پوشیده نیست. اما وقتی از فوتبال حرف میزنیم این ورزش رو مختص مردان توصیف میکنیم، غافل از اون که نیمی از جمعیت کشور رو زنان تشکیل میدن. خیلی جالبه، مثل که ما نذاشتیم زنا برن تو استادیوم، مثل که ما گفتیم زنا بازی نکنن، مثل که ما گفتیم زنا یه لباسی بپوشن که بیرونشون کنن از مسابقات. این مجری میگه وقتی از چی حرف میزنیم، از فوتبال کی حرف میزنه؟ شما با همکارانتون حرف میزنید از فوتبال؟ غافل از این که وقتی از فوتبال حرف میزنیم نیمی از جمعیت کشور رو فراموش کردیم. ما کردیم؟ تلویزیون شما برنامه ورزشی دارید، کدوم مسابقه ای رو، کدوم یکی از بچه ها رو نشون دادید؟ جملهشون یه بار دیگه دقت کنید، خیلی برای من جالبه. اما وقتی از فوتبال حرف میزنیم این ورزش رو مختص مردان توصیف میکنیم، غافل از اون که نیمی از جمعیت کشور رو زنان تشکیل میدن. من فکر کردم نیمی از جمعیت کشور زنان تشکیل نمیدن. به هر حال در ادامه این بحث، خانم فریده شجاعی و خانم اردلان، رئیس بانوان، رئیس فوتبال و همه چیه بانوان و کاپیتان تیم فوتبال بانوان ایران، به گفته خود مجری برنامه بعد از 14 سال که برنامه 90 بوده، حالا قبل از اینکه ورزش و مردم که 30 ساله، بالاخره یه خانم توی این برنامه آمد. بعد از جام جهانی 98 این تب فوتبال، اون که ما به اون شکل در واقع استرالیا فکر اون خیلی نقش داشت در اینکه در واقع بانوان هم به سمت ورزش کشش پیدا کنند. البته این مثل سال مثلا سال 49 شاید شما به یاد نداشته باشین، ولی وقتی استقلال قهرمان جام آسیا شد، بعد از اون یه همچین برنامه‌ای شد و دخترها گرایش پیدا کردن و اون موقع فوتبال بانوان شکل گرفت. یه مدت بسیار کوتاهی تیم استقلال که اون موقع تاج بود و تیم پاس فوتبال بانوان رو تشکیل دادن. بعد از همون سال 98 باز فوتبال فوتسال در وهله اول و بعد فوتبال شکل گرفت و تا کنون هم ادامه داره. فوتبال ساحلی هم از سال گذشته شروع شد. خانم شجاعی حالا خدا پدرش بیامرزه البته گفت که در سال 1349 تیم تاج تیم بانوان داشته و بوده، ولی جالبه که از سال 49 یه دفعه ایشون پرید به سال 84، 35 سال این وسط حذف کرد. از سال 1349 گفت تیم پاس بوده و تاج بوده و پرسپولیس بوده و دیهیم بوده و چندین تیم بودن. گفت قطع کرد رفت، گفت بعد از بازی ایران و استرالیا دوباره فوتبال فوتسال و اخیراً هم فوتبال ساحلی. ما مشکلمون اینه که تو همه چی هم میخوایم باشی. شما فکر کنید با این لباسا اصلا فوتبال ساحلی یا والیبال ساحلی به این دلیل آمد که میدیدن در دنیا که ملت وقتی میرن دریا کنار ساحل روی این شنا هم فوتبال بازی میکنن، هم یه تور میبندن والیبال بازی میکنن با همون مایو و لباسی که دارن، قطعا ملاحظه کردید. حالا ایشون با این لباس هایی که درست کردن دخترها رو مجسم کنید، میخوان برن مسابقات جهانی ساحلی، تمام تماشاگران با مایو و لباس هایی کنار دریا نشستن، تیم ما میخواد بره با اون لباس بازی کنه. حالا واجب هم نیست حالا شما تو همه چیزا بخوای بری، اما حالا فوتسال و اینا رو ببینیم چجوری میشه. یه خود بده ها مثلا تیم مقابل با این لباس های فوتبال ساحلی و اینا، بعد دیگه یه ذره بچه های فکر کنم اذیت بشن، به خصوص کنار ساحل دریا هست، گرم آفتاب سخته. شما که خودتون با این لباس ها فکر نکنم این وقت بازی کرده باشید، با لباس های دیگه ای بازی کردید. در نتیجه این هم توسط بحث ما زیاد نیست.
الان یه سری بازیکن جوان دیگه هم اومدن، مثلا توی مسابقاتی که اخیراً برگزار شد مثلا بهترین بازیکن قرواسیا مریم رحیمی شد از کشور ما. توضیح میده خانم؟ بله، خب هم ایشون دور مقدماتی المپیک لندن رو خانم گل شد که متاسفانه ما نتونستیم ادامه بدیم و اگر ادامه میدادیم مسلما شاید بهترین بازیکن آسیا هم میشد. چند سالشونه؟ ایشون 17 سالشه. الان خیلی میخواستیم در خدمتش باشیم، مثل شهرستان بود نتونستیم. بله، چون ایشون اهل گرگان هستن و به هر حال سنشون هم کمی سخت بود براشون بیان. من و فکر کنم هیچ کدوم از شما بینندگان عزیز بازی دخترها رو که ما ندیدیم، که از نزدیک اصلا ندیدیم، از تلویزیون هم که هیچ، از دور مثلا از 5 کیلومتری دوربین یه چیزی مثلا نشون داده. این خانم شجاعی حتما دیده دیگه. این دختر عزیز ایرانی خانم رحیمی که ذکر خیرش بود و ایشون گفت چون سنش کم بود نیامد به این مسابقه، به این مصاحبه امشب. شهرستان بود، سنش کم بود. آدم بعد از این همه وقت فرصت پیدا میکنه بیاد توی برنامه پربیننده، بالاخره میرفتین میآوردینش یا یه برنامه میریختین. حالا به اونش من کار ندارم زیاد. اشاره کردن که این بازیکن خانم گل شده بود در مسابقات مقدماتی و اگر ما شرکت کرده بودیم در ادامه مسابقات بهترین بازیکن آسیا میشد. من نمیدانم، من گفتم بازیشون رو ندیدن. خیلی هم خوشحال میشم اگه یه هموطن من یه دختری با این همه محدودیت بشه بهترین بازیکن آسیا. مخلصشم هستم، اصلا عکسشو میذارم جزو دکور برنامه. اما خانم شجاعی، شما میدونی ژاپن قهرمان قهرمان جهان شد؟ تیم دخترانش چجوری بهترین بازیکن آسیا رو اونا ندارن؟ بعد خانم مردان، یه سری به اتفاقات رخ داد که اون بازی مقدماتی المپیک، یه توضیح بدید که چی شد دقیقا؟ تو اون دوره از بازی ها، خب ما با توجه به حجابی که داشتیم و سری قبل اشکان دقیقا هم زمان شد. بله دقیقا، سر همون بازی اولیه که ما با اردن قرار بود بازی کنیم و ناظر بحرینی که اومده بود و داخل رخکن چک کنه بچه‌ها رو، متأسفانه دقیقا ما با همین پوشش قرار بود بازی کنیم که اجازه ندادن و گفتن که گردنتون نباید اینجوری، پیرنتون یقه اسکی باشه در واقع. بعد دیگه اشک بچه‌ها هم گویای همه چیز هست. واقعا من فکر می‌کنم ما تو این دوره از مسابقات میتونستیم که جزء تیمایی باشیم که شگفتی ساز باشیم. مثلا خانم شده از زمان بازی سنگاپور بود که اون موقع یه کشمکش بین سپلاتر و در واقع مسئولان تصمیم ساز در ورش بانوان ما ایجاد شده بود که اون موقع یه سری اولتیماتوم مثل که داده بودن که آقا یه همچین کاری باید بکنیم. بینندگان عزیز، خواهش میکنم به توضیحات خانم شجاعی در قبال سوالی که عادل کرد که با بلاتر کشمکش داشتید در مورد لباس در مسابقات سنگاپور دقت بفرمایید که به بحث امشب ما خیلی مربوط میشه. خدمتتون عرض کنم که ما به خاطر عملکرد خوبمون در سال گذشته نماینده آسیا شدیم در المپیک نوجوانان سنگاپور و لباسامون که فرستادیم برای فیفا هیچ مشکلی نداشت. البته یه ایرادی گرفتن و به جای مقنعه کلاه تعیین کردن که در واقع یه پوشش اسلامی مناسبی بود و هیچ مشکلی نداشت. ما روز افتتاح مسابقات هم با ترکیه که بازی داشتیم، خود آقای سپ بلاتر تو جایگاه نشسته بودن و گفتن این لباس خیلی سخته باش بازی کردن، شما چطور میتونین بازی کنین؟ که به هر حال گفتن شما نمیتونین با این لباس بازی کنین. گفتیم ما ادامه نمیدیم. وقتی خانم شجاعی، بینی و بین الله، شما با آقای بلاتر اینجوری صحبت کردی؟ آقای بلاتر گفت این لباسا نمیتونید باش بازی کنید، شما گفتید ما هم ادامه نمیدی؟ اینجوری نبود. کلی با ایشون با ملایمت همه دوستانی که اونجا بودن صحبت کردن و بلاتر قول گرفت که اجازه بده بازی کنید اما برای دوره بعد اصلاح کنید. اما این هم زیاد مهم نیست. مهم یک نکته کلیدی هست که شما در ادامه بهش اشاره میکنید. دیدن اینجوریه و دیدن خیلی بد میشه افتتاح مسابقاته. به هر حال اجازه دادن و ما بازی کردیم و خودشون تمام بازی رو دیدن. از اون به بعدم خیلی تعریف کردن تو کنگره‌ای که ماه بعد در فیفا برگزار شد، از آقای کفاشیان تشکر کردن و گفتن ایران خیلی خوب ظاهر شد و توی این مسابقات مقام چهارم رو به دست آورد، چیزی که غیر قابل پیش بینی بود و بهتون تبریک میگیم. و به تمام کشورام اعلام کردن که ما فرهنگ جدیدی رو وارد فیفا کردیم و لباس اسلامی تیم ایران بود. تمام دروغ، با کمال معذرت.
این درست این داستان مسابقه دادن ندادن با اسرائیله که شما بیرون ورزشکارا رو میگید بگید من مریضم، تو ایران که میایید میگید اینا سیونیستن قاسمن فلانن باشون مسابقه نمیدید. توی این هم خانم شجاعی شما میدانید بر اساس اساسنامه فیفا هر گونه نمایش مذهبی سیاسی در فوتبال ممنوعه. الان هم که در اردن دارن تلاش میکنن به جهت ولیعهد اردن داره کار میکنه که مسابقه لباس اسلامی رو بتونه بیاره، به این شکل دارن جاش میندازن که این لباس فرهنگیه نه اسلامی. شما میگویی آقای سپلاتر گفته است که باری کلا به ایران و ما از امروز اعلام میکنیم که ایران لباس اسلامی رو وارد فوتبال کرد. اصلا اینجور میخوام اینو خدمتتون بگم که جایگاه فوتسال بانوان ما یک جایگاه بسیار خوبی در دنیا هست. ما در آسیا پتانسیل قهرمانی داریم، یعنی میتونم بگم تقریبا یه شرایط معادل تیم مردمون در آسیا داریم. اگر فقط یک ذره توجه بیشتری بشه و یه برنامه‌های بلندمدت‌تری تنظیم بشه و از این برنامه‌ها حمایت بشه. ولی من همیشه دنبال این بودم که یه ذره این فاصله در واقع فاصله نوع نگاهی که به تیم‌های خانم‌ها و آقایون وجود داره یه ذره کمش کنیم. مسلماً ما اگر هر روز یه قدم به این نزدیک بشیم که این نوع نگاه رو یه ذره هم تغییرش بدیم و یه ذره نشون بدیم که به هر حال ورزش بانوان جایگاه خاص خودش رو داره و میتونه بسیار از نظر بعد تبلیغاتی برای ما مهم باشه اگر منجر به کسب موفقیت بشه. این خانم که اینقدر خوب صحبت می‌کردن، خانم مظفر مربی تیم بودن. عزیز من خانم مظفر، چرا شما برای حق و حقوقتون باید التماس به کسی بکنید؟ چرا میخواید انگیزه تبلیغاتی برای این دوستان وجود بیارید که به شما کمک بکنن؟ من میدانم که چقدر شما در شرایط سختی کار میکنید، اما فکر نمیکنید بهتره ما اول حقوق خودمون رو تثبیت بکنیم بعد به فوتبال بپردازیم؟ تا اینکه از حقوقمون بگذریم بخش کوچکیش رو طلب بکنیم در عوض این که بگیم شما به دردتون میخوریم، شما میگیم ما تلاش کنیم که نگاه به خانوما عوض شه. کی نگاهش به خانوما عوض شه؟ 40 میلیون، 35 میلیون جمعیت، باید یکی دیگه نگاهش بهشون عوض شه؟ به من ایراد نگیرید که صدای شما از جای گرم احتمالاً در می آید. نه، من شرایط شما رو متوجه هستم، اما معتقدم که حق رو باید گرفت. دو برنامه داریم، یکی بلند مدتی که برای آسیایی 2013 داریم تمرین میکنیم و الان هم برای بازی تدارکاتی با روسیه. انشالله بتونید با این اردوهایی که میذارن و تمریناتی که انجام میدیم و یه بازی دوستانی هم که در دیما میزبان هستیم بتونیم مقام رو کسب کنیم. امکانات که سعی میکنم فراهم کنم، فقط اگه بازی دوستانمون بیشتر باشه که تیم آماده تر بشه بهتر میشه. می الان خانم اردلان اشاره کردن که 3 نفر اول جابجا بودن، یعنی نفر اول خانم اقبالی بود، نفر دوم خانم خیاط بود. نه، نفر اول خانم خیاط بود، نفر دوم خانم اقبالی بود، نفر سوم خانم آرمات بود. آرمات بود. بله، هم اسخای دیگه امشب دیگه من نمیدونم باید ماها که بزرگتری مثلا سنی از ما باید چه کار بکنیم برای این بچه های نازنین. این فوتبال که خانم شجاعی میگه نمیدونم بهترین بازیکن آسیا رو داریم، که مثلا فرض میگیرم که داریم، که اردلان میگه ما پتانسیل پیشرفت داریم، که مظفر میگه ما در حد آقایانی، همه رو فرض میگیرم درسته، دلم هم میخواد که درست باشه. سوال اینه که صدا و سیما مهمترین برنامهش بازیکنای این تیم رو نمیشناسه، اسمشون رو جا به جا می نویسه، اصلا باهاشون آشنایی نداره. اگه اینا اینقدر خوبه، اصلا خوبم نیستن، اینا بازیکن ملی هن. یه برنامه تلویزیونی نباید بازیکن ملیشو بشناسه؟ بعد خنده هم نداره وقت آدم نمیشناسه؟ بعد به این بیاندیشه که به قول خودتون بعد از 14 سال حالا 5-6 دقیقه این خانوما رو آوردیم، برنامه های دیگه که اصلا هیچ. بعد امثال خانم شجاعی هم خب بالاخره سر پست و مقام و اینا هستن، فقط در حال ماسمالی هستن. تازه هنوز ماسمالی ها شروع نشده، از این تیکه به بعد ماسمالی ها شروع میشه. اخیرا اتفاق تو ورزشگاه رخ داد و خیلی بحث فرهنگی بالا گرفته. مثلا
مرتضی احمدی صحبت میکنه، مثلا اگر خانواده تو ورزشگاه باشه شاید یه سری الفاظی که اونجا گفته یه سری کاری که انجام میشه واقعا این اتفاق رخ نده. من نقطه نظر شما رو میخوام بدونم خانم شجاعی. دقیقا من موافقم، برای اینکه من دو سه بار که اتفاق افتاد توی استادیوم حضور داشتم، وقتی تماشاچی‌ها نگاه میکردن دیدن یه خانم هست، واقعا جلوگیری میکردن از الفاظ رکیکی که به کار میبردن. و من فکر میکنم اگر یه جایگاهی رو درست کنن برای خانم‌ها، حداقل خود ورزشکارا، فوتبالیستا و مربی‌ها برن اونجا، من فکر میکنم خیلی راحت‌تر بشه واقعا این فرهنگ رو جا بندازن. ضمن این که الان فیفا و UFC هم یکی از شرایطش اینه که ما بتونیم حتما توی ورزشگاه حضور پیدا بکنیم. حالا باز این تصمیمات فراسازمانیه و ما تابع اون هستیم و نمیدونیم حالا به کجا میرسه، ولی امیدواریم که این اما یسر بشه و ما بتونیم تو ورزشگاه ها حداقل ورزشکارامون رو ببریم و بازی‌های فوتبال رو ببینیم، چون میتونه خیلی تاثیر بذاره روی فوتبال. بینندگان عزیز، چند تا صحبت کردن آقا خانم شجاعی. یک، گفتن که خیلی خوبه خانم ها برن تو استادیوم، برای اینکه من یه چند دفعه که رفتم استادیوم که البته مجاز نبودن و غیر قانونی بوده حضورشون، رفتم تا منو دیدن اومدن مردا فوش بدن، تا منو دیدن دیگه فوش ندادن، این جمله شونه. بعد گفتن بیایم حداقل یه جایگاهی رو درست کنیم که فقط بازیکن‌ها و مربی‌ها بیان که چیز یاد بگیرن. خانم شما که اصلا دوزاری نیفتاده، یا قضیه رو داری شما شرعی نگاه میکنی به اون شکلی که میگن ممنوعه که شما هم نباید بری، منتها شما چون نه اعتقادی نگاه میکنید به مسئله، نه هیچ جوری نگاه نمیکنید جز اینکه بیزنستون باشه. آقا اعتقادیه که دیگه چه فرقی میکنه که فوتبالیست زن بره نگاه کنه یا چه میدونم زنی که فوتبالیست نیست بره نگاه بکنه، که شما این حرف رو میزنی آدم از همین به کنه ذهنیت شما پی میبره. بعد در ادامه میفرمایید، چون میبینید مثل خود توان رفتین، کما اینکه روزنامه جمهوری اسلامی روز بعد از این برنامه گفته اینا خلاف نظرات آیات عظام حرف زدن، شما برای اینکه بالاخره جای بمونه زود میگی البته اینها تصمیمات فراسازمانی ما تابع هستی. شما به عنوان یک دکتر، به عنوان یکی که در زمان سیستم قبلی ورزش میکرده با شورت و با لباس مناسب والیبال و فوتبال و اینا، حالا آمدی نظرت چیه؟ نظرت اینه که خانوما بیان به استادیوم یا نیان به استادیوم؟ اگه میگی بیان که خب رسما اینو اعلام کن، اگه میگی نیا که واسه چی شده مسئول ورزش بانوان و چرا یه نقی برای جوری جنس میزنن؟ خیلی ممنون. واقعا من توی سند راهبردی رو که 4 سال پیش تدوین کرده بودم، چشماندازی رو که ترسیم کرده بودم، علاوه بر اهدافی که در نظر داشتم و به اون نقطه میخواستم برسم، یکیش هم حضور در برنامه 90 بود که بعد از 4 سال میسر شد. ازتون تشکر میکنم. خانم شجاعی واقعا شوخی داره با ما، میگی سند راهبردی که 4 سال پیش من تهیه کرده بودم، چشماندازی رو که در نظر گرفته بودم برای این سند استراتژیک راهبردی، یکیش هم این بوده که بیام تو برنامه 90. چه استراتژی؟ حالا هم 10 دقیقه بعد از 4 سال اومدم تو 90 و بسیارم خوشحال. تشکر میکنم که این وقت در اختیار من قرار دادین، همینطور از سرکار خانم شجاعی، آقای کفاشیان، آقای تاج و آقای نبی و مخصوصا آقای سردار عزیز محمدی که برای لیگ فوتبال و فوتسال بانوان خیلی زحمت کشیدن، همینطور خانم اکبر آبادی و آقای عباسی. تفلک کاپتان تیم ملی خانم اردلان عزیز، نازنین زن دختر که میخواد فوتبال بازی کنه، فوتبال دوست داره، چیکار بکنه؟ از همه تشکر کرد. کفاشیان، تاج، اینا که بالاخره بذارن باشه دیگه این فوتباله، بی خصوص از عزیز محمدی. عزیز محمدی رو یادتونه اون هفته چی گفت تو برنامه که ما پخش کردیم؟ گفت فوتبال چون پخش مستقیمه نمیشه پنهونش کرد، نمیشه سانسورش کرد. حالا این بنده خدا اردلان باید از ایشون هم تشکر بکنه. چه بکنه؟ شما الان لیگ 13 تا تیم هستی که توی فوتسال 13 تا تیم، توی فوتبال 10. قرارداد سخت میشن چند سقفتون از کف هم فکرم خیلی پایین تره، نه؟ الان چقدر بیشتر این بازیکن میگیره؟ 8 تومن تازه اگر بدن. آینه نمیدن پولشو.
الان من مال سال پیشم 500,000 تومان فقط گرفتم. جدی؟ بله. بس خیلی باشه، خیلی ممنون. باشه خیلی ممنون. باشه خیلی ممنون. باشه خیلی ممنون. تا هفته آینده همتون رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار و به امید دیدار.